فقط اینکه ایشون زیر دستگاه دروغ‌سنج رفته. آقای خونساری، من ترجیح میدم که همونطور که گفتم بگم این مسئله رو یه مقداری باز نکنم به دلایل امنیتی، به دلایل اینست که ما ایشون آقای مطیع نه اولیشه و نه آخریشه و اتفاقا در اثر این خدمت بسیار بزرگی که جمهوری اسلامی با نمایش این فیلم به امثال ما کرده، الان عده بسیار زیادی از درون کشور با ما تماس میگیرن که ممکنه در میان اونها نفوذی هایی باشه، لذا لزومی نداره که من بخوام به این موضوع در این مرحله بپردازم. آقای خونساری، چرا ایشون اصرار داشت که این ویدیو سریعتر گرفته بشه، این ویدیوی سه نفره شما در خلوت؟ به لحاظ اینکه اون افرادی که در درون ایران بودند و منتظر این بودند که ببینن آیا این صحبت‌های ما داره به یک مراحلی رو طی می‌کنه، آیا ایشون در اون رابطه تونستن اون به اون مرحله برسن یا نه، ما می‌خواست قرار بود که کنفرانس مطبوعاتی مثلا اگر زودتر برگزار می‌شد یا اقدامات دیگه سریع‌تر انجام می‌شد، ما به ایشون تفهیم کردیم که تا مراحل کاملاً تی نشه ما دست به اقدامی نمیزنیم و باید این مراحل تی میشد، ولی این به این مناسبت بود اون نبار که ما این به اصطلاح این حسن نیت رو نشون بدیم که ما آماده همکاری با هر فردی که از درون ایران بیاد و بخواد در راستای نجات مملکت از این شرایط قدم ورداره، ما آماده این هستیم. آقای خونساری، من این نکته‌ای که متوجه نمیشم این که وقتی شما ظاهراً اعتمادتون در اون ویدیو جلب شده، یعنی وقتی که شما 18 آذر 89 9 دسامبر 2010 با ایشون ویدیو رو ضبط میکنید، ظاهراً اعتمادتون رو ایشون جلب کرده، چرا یک ماه طول میکشه؟ توی اون اگر شما اون ویدیو رو حتی همون بخشش رو هم که در تلویزیون برنامه تلویزیون ایران پخش شد رو نگاه بکنید، در اون ویدیو آقای جهانشاهی اکیداً اشاره میکنه به اینکه نتیجه کار منتج به او برگزاری اون جلسه کنفرانس مطبوعاتی میشه. جلسه کنفرانس مطبوعاتی لذا موقعی است که ما به اون نتیجه که میخواستیم میرسیدیم، ولی ظاهرا ایشون در همونجا فقط یک چیزی خدمتتون عرض بکنم و اون خیلی مهمه در ارتباط با این اتهاماتی که به مطیع وارد شده. میگم امروز فردا ممکنه مطیع بیاد بگه همه این حرفایی که خونساری یا جهانشاهی زده اینا همش افسانه است، به لحاظ اینکه زیر یوغ اونهاست و باید این انتظار رو هم داشت، ولی من اینو میخوام بهتون بگم اگر قرار بود که مطیع یه آدم نفوذی یا یه آدم به اصطلاح جاسوس باشه، این چرا روز اولی که اومده و با ما نشسته و یک کنفرانس مطبوعاتی رو برگزار کرده از همون روز میاد و به اصطلاح غیبش میزنه و این وضع به وجود میاد که او ما رو ترک کرد، او حداقل صبر میکنه 5 ماه 6 ماه یا سعی کنه به نوعی یک سری اطلاعاتی از درون ما کسب بکنه و بعد بخواد این افشاگری ها رو بکنه. تمام این سناریو آقای دهقانپور یک سناریوی مضحکی است که ساخته و پرداخته افرادی است که نگران از وضع خودشونن و تنها کسی که به تو بگم و یک نکته مهم دیگه و این است که این سناریو رو هیچ کس در درون ایران اینو باور نکرده و فقط اون کسانی در خارج بهش توجه کردن که به نوعی مسائل خودشون و تطهیر خودشون از اون اتهاماتی که احتمالاً ممکنه به سوی خودشون باشه دارن سعی میکنن از این رو با بوکرنا به یک فرم دیگه جلوه بدن. ببینید من میخوام یه نکته دیگر رو بهش اشاره بکنم و اون این هستش که امروز آقای مطیع گرفتاره و آقای مطیع خودش نمیتونه آزادانه برای خودش صحبت بکنه و این غلط اساساً ما امثال ما که با او برخوردهایی داشتیم و من خیلی خوشحالم که آقای کوثر خیلی خیلی واقعا با رعایت این مسائل پیرامون ایشون صحبت کردن، افرادی که با ایشون در ارتباط بودن ایشون رو بزرگ جلوه دادن بعد حرفهای مخالف زدن، این خلاف اخلاقه و سر سخن ما به آدمهای دیگه مثل مطیع است و اونها باید بدونن که ماها آدمهای بی‌معرفتی نیستیم. اما در خصوص اینکه در مصر چه می‌گذره، بنا به اخباری که به من رسیده امروز آقای قاسم حسینی از اعضای ایستگاه اطلاعاتی ایران در قاهره بودند و خبری که مبنی بر اینکه ایشون از اعضای سپاه قدس باشند چندان وثوق نداره.
دوم اینکه خبر بعدی که به من رسیده این که در ایران پذیرفتن که ایشون به یک تله امنیتی گرفتار اومدن، به این معنی که خب نمیخواستند به این زودی دستشون باز بشه، به دلیل اینکه پولها و هزینه های زیادی در دست ایشون بود که به راحتی خرج میکردن برای گروه های مختلف، صرفاً به این دلیل که بیانات آیت الله خامنه ای مصداق عینی پیدا بکنه، چون ایشون گفته بودن که انقلاب مصر ادامه انقلاب اسلامی هستش، و اما ما ندیدیم که هیچ ظهور و بروزی از صفات و ویژگی های انقلاب اسلامی در اونجا شکل بگیره. اما نکته مهم این هستش که این شخص بدون هماهنگی با سرپرست نمایندگی این کارها را انجام میدادن، یعنی آقای امانی در جریان نبودن، بسیار عدیده ای که آقای مشتبه امانی در جریان به طور مستقلشون انجام بلنخه در جریان نبودند، در بطن کارها نبودند، یعنی در واقع چیزی که در سفارتخونه های ایران اتفاق میفته، هر جا که ایستگاه اطلاعاتی وجود داره اون مسئولین ایستگاه اطلاعاتی به هیچ وجه خودشون رو موظف نمیدونن که پاسخگو به وزیر، به سفیر باشند و یا هماهنگ با سفیر باشند. اما تبعاتش رو مسلما وزارت خارجه بعد بر عهده بگیره، مثل همون سلاحایی که به نیجریه و سنگال فرستاده شده بود بدون اطلاع وزارت خارجه، بعد وزیر خارجه باید بره و اون رو رفع رجوع بکنه. آقای قاسمی از وزارت اطلاعات در اونجا بودن و در یک تله امنیتی گیر کردن. خب به تبع ایران خواهان رشد نیروهای اسلامی و متدین در مصر هست و این یه چیز طبیعی هست و اشاره‌ای که رهبر ایران به مسئله بیداری اسلامی و این گونه مسائل کردن نشون میده که سمپاتی و اظهار همدردی سیاسی ایران به چه سمت هست. اما اینکه ایران در امور داخلی مصر دخالت داره و پول خرج میکنه و غیره، من به شخص اطلاعات چندانی ندارم. مطمئنن سفارت دفتر حفاظت منافع ایران در مصر مثل هر نیمچه سفارتی، مثل یک بانک اطلاعاتی فعالیت داره. این نیروهای خیلی زیادی هستن که سعی میکنن در تخریب ایماج ایران در منطقه و غیره فعالیت داشته باشن و تا حدی هم موفق بودن و هزینه های زیاد هم در این زمینه به خرج گذاشتن و مطمئنا ایران برای منافع خودش مجبور هست که به یک سری فعالیت های دست بزنه برای اینکه تا حد امکان اطلاعات داشته باشه از اینکه در این کشورهای همسایه و نزدیکش چه میگذره، چون جنبه های امنیتی و غیره در بر داره، ولی انگ جاسوسی بر اینا گذاشتن لزوما همیشه صحیح نیست. به هر حال بحث انگ زدن به جمهوری اسلامی بحثی نیستش که به همین سادگی بخواد از توسط افرادی گفته بشه و هیچ ادله و استنادی برای اون وجود نداشته باشه. مگر حضور ایران در بحرین یا در کویت یا دخالت‌هاش در بعضی روابط تحولات منطقه خلیج ها، کشور خلیج فارس، براش ادله و استناد وجود نداره. خب چرا تا پیش از این کویت که نیامد و کسی رو اخراج از اعضای سفارت رو اخراج بکنه، چرا پیش از این بحرین که همیشه متواضع بوده در برابر ایرانی که زمانی صاحب و مالک این سرزمین بوده و هیچ گونه دنبال تنش با ایران نبوده، این گونه صریحا علیه ایران موضع گیری میکنه؟ این انگ نیستش، واقعیت این هستش که دستگاه اطلاعاتی ایران، من خدمت های دکتر افراسیابی عرض میکنم که دستگاه های اطلاعاتی ایران و بعضا سپاه قدس بدون هماهنگی با دستگاه سیاست خارجه ایران اقداماتی رو انجام میدن، مثل همون کاری که اسلحه برای سنگال فرستاده بودن و بعد تبعاتش دامن سیاست خارجه ایران رو میگیره که وزیر خارجه ایران بایستی ساک به دست و کیف به دوش این ور اونور دنیا برو و این اشکال و اتفاقات بعدی که در سیاست خارجه بیاد به تعبیر من ماسمالیشون کنه. خب در ابتدا واقعا مایه تاسف است که یک کادر پرسابقه دیپلماتیک ایران خودش رو به این سطح نزول بده، چون که همه دیپلمات‌های ایران
سوگند وفاداری و حفظ اسرار دیپلماتیک و غیره ایران رو ابراز کردن و آقای علیزاده خیلی بهتر می بود که به اون سوگندشون وفادار می بودن. من به آقای دکتر عرض کنم که بنده دیپلمات سابق بودم، به اون سوگند خودم دیگه وفادار نیستم. اینو در جلوی تلویزیون عرض بکنم، به خاطر من به نظام جمهوری اسلامی ایران دیگه معتقد نیستم، نظام نا جمهوری، نا اسلامی و نا ایرانی است. تا اونجایی که به اظهارات رسمی مقامات ایرانی برمیگرده، اونها همواره از این خیزش ها استقبال کردن و دلیلی هم نمیبینیم که در این استقبال صداقتی در کار نباشه، چون کلن مجموعه های استراتژیک در ایران از فروپاشی نظام سیاسی عربی استقبال میکنن، چون میگم ایران چیزی از دست دادن نداره اینجا و به ویژه سقوط آقای مبارک، این برای ایران یک فرصت تاریخیه تا بتونه نفوذ خودش رو در آفریقای شمالی تعمیق بکنه و شکی نیست که مصر حالا هر نوع آینده سیاسی داشته باشه و الان هم پیشگویی در این مسئله کار صحیحی نیست، ولی مطمئنن هر دولت و یا هر نظامی که در مصر شکل بگیره نوع رابطهش رو با دنیای بیرونی تغییر خواهد داد. دولت جمهوری اسلامی ایران الان خیلی نگران هستش که علارغم این که الان به مردم ایران میگن که درخواست مردم خاورمیانه در کشورهای مصر اسلام بوده، میبینیم که حقیقت اون نیست. مردم مصر اسلامگرایان اونجا الان رهبر جنبش های اخیر نیستن، مردم به میدان تحریر رفتن به خاطر توییتر و فیسبوک و نه به خاطر امام های مختلف در مسجد یا مؤذین که گفتش که مردم برن اونجا، مردمی که اکثریتشون سکولار هستن و این باعث نگرانی هستش برای آقای خامنه ای، چون اگر مردم ایران آگاه بشن که مردم مصر و مردم لیبی و که همون بحرین خواستار دموکراسی هستن در کشور خود، خواستار آزادی هستن، مردم ایران هم شاید دوباره خواستار این حق برای خودشون بشن که این به ضرر مشروعیت و بقای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تا اونجایی که به منافع استراتژیک کشور ما برمیگرده، تا اونجایی که به منافع ملی ما برمیگرده، سقوط رژیم هایی چون رژیم آقای مبارک و آقای قذافی به نفع ایرانه، چون الان ما چشمانداز روابط فراگیر بین ایران و مصر امکان پذیر شده برای اولین بار در 30 سال با سقوط آقای مبارک، چون یک مصر مستقل، احیای نقش تاریخی مصر در منطقه، این به نفع ایرانه، چون یک اولا از نفوذ سیاسی، معنوی و اقتصادی عربستان این نفوذ رو کاهش میده، یک وزنه بسیار قوی در مقابل اسرائیل خواهد بود، یعنی اسرائیلی ها اون جنایت هایی که در غزه مرتکب شدن دیگه نمیتونن همچین کاری رو مرتکب بشن، چون مصر جدید مطمئنن در مقابل زورگویی های اسرائیلی ها قد علم خواهد کرد. اجازه بدید آقا بدیم واکنش آقای جاودانفر هم آخرین فرصت که داریم. آقای جاودانفر نکته ای دارید بفرمایید. البته خبری هم داشتیم که ایران انتقاد کرده از لوگوی المپیک لندن که روش کلمه صهیون نوشته شده. اگه فرصت خیلی کوتاهی دارین. بله، دولت آقای خامنه ای علارغم این که اظهار کرده که از دولت اسرائیل نمی ترسن، الان در مطبوعات ایران لغت صهیون رو می بینیم که در شماره 2012 دیدن، در میدان انقلاب می بینن، در فرودگاه مهرآباد می بینن. یک پارانویای خیلی بزرگی الان در دولت ایران وجود داره و به نظر میاد که شاید یک بهانه باشه برای جلوگیری از شرکت کردن بازیکنان ایران در المپیک. فردا نگاهی خواهیم داشت به اپوزیسیون‌های خبرساز جمهوری اسلامی، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، آقای اکبر گنجی و سازمان مجاهدین خلق و حضورشان در افق. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. تا فردا و افق دیگر.